سلام و عرض وقت بخیر خدمت شما. من دکتر حریری هستم، مؤسس و در واقع ادمینستریتر LALB سوسایتی. توی این ویدیو، برخلاف سایر ویدیوها که در واقع به انگلیسی هستش، توی این ویدیو به استثناء در مورد کلاس آمادگی آزمون EPT دارم توضیحاتی به شما ارائه میدم، که در واقع چون این آزمونی هستش که فقط افراد English students در واقع به آش سر و کار ندارند، در واقع لاجرم به فارسی ارائه میدم. همونطور که میدونید آزمون EPT مخفف English Proficiency Test هست که از طرف دانشگاه آزاد اسلامی برای دانشجویان دوره دکترای این دانشگاه ارائه میشه و دانشجویان دکترا باید قبل از در واقع شرکت در آزمون جامع حتما نمره قبولی رو ارائه بدن. خب، ما توی LALB سوسایتی یک کلاس گروهی داریم برای کسایی که متقاضی شرکت توی این آزمون EPT هستند که الان به شما توضیح میدم. خب، طبق معمول در واقع وارد سایت ما میشین، lalb.net. LALB سوسایتی رو میتونید توی گوگل سرچ بکنید. آدرس دامین ما بسیار ساده هستش، lalb.net، و این هم لوگوی سایت ما هستش. سایت ما همونطور که اکثر ویزیترهای ما میدونن کلن به انگلیسیه، چون ما به اعتقاد داریم کسی که میخواد انگلیسی یاد بگیره دیگه فارسی و نمیدونم روشهای کاذب و اینها رو باید بذاری کنار و مستقیم به انگلیسی فکر بکنه، ترجمه ای نباشه، روشهای کاذب که بیشتر برای یه پر کردن جیب خودشون هست، به اونها در واقع تکیه نکنن افراد و وارد میدون بشن و مستقیم انگلیسی رو یاد بگیرن با روش آکادمیک، روش علمی. انگلیسی در خواب و اینها خیلی ما بهشون اعتقادی نداریم. خب، شما در واقع وارد سایت ما میشین. استثنا من این پیج رو به فارسی نوشتم چون که برای افرادی هستش که خب نمیخوان حالا اسپیکینگشون خیلی قوی بشه، نمیخوان لیسنینگشون خیلی قوی بشه. چرا؟ چون تو آزمون جامعه، در واقع آزمون EPT، اسپیکینگ و لیسنینگ و رایتینگ وجود نداره. خب وقتی وارد سایت شدین، از سایدبار سمت راست روی کلاس آمادگی آزمون EPT کلیک بکنید، در واقع یا این پایین هم میتونید ببینیدش، کلاس آمادگی آزمون EPT. وارد صفحه میشین، من توضیحاتی در مورد در واقع این کلاس ارائه میدم. ببینید آزمون EPT خب مخفف English Proficiency Test هستش که همونطور که گفتم برای دانشجویان دکترای دانشگاه آزاد اسلامی قبل از شرکت در آزمون جامع هستش، که این که در واقع تست 100 تا سوال 4 گزینه ای داره که 140 دقیقه وقت به در واقع کسی که میخواد آزمون بده داده میشه. این 100 تا سوال در واقع شامل 3 قسمته. 20 تا اولش وکب هستش که شامل پیدا کردن مترادف ها، سینونیم ها، آنتونیم ها و چیز شبیه این هست، و بخش دومش که گرامر 40 تا سواله که معمولا از طریق تحلیل خط آندرلاین کردن باید اون رو در واقع مچ بکنید با اون قسمت گرامری که مورد تست قرار گرفته، و همچنین بخش سوم که درک مطلب 4 تا پسج یا در واقع متن به شما داده میشه، 40 تا سوال هست. خب این آزمون هم نمره منفی نداره و افراد عادی غیر از English students ها، غیر از کسایی که در واقع رشتهشون آموزش زبان یا مترجمی زبانه، باید 50 از 100 رو بگیرن حتما. ولی جالبه که بدونید افرادی که باید رشتهشون انگلیسیه باید حداقل 90 از 100 رو بگیرن. خب این آزمون همونطور که عرض کردم listening, speaking و writing نداره. حالا مشخصات کلاس ما، اصلا یکی از دلایلی که من دارم فارسی صحبت میکنم اینه که این افراد برای کسایی که در واقع candidate هستند برای این تست، خب لزومی نداره حتما اسپیکینگشون خوب باشه، لیسنینگشون خوب باشه و رایتینگشون خوب باشه. تمرکز روی اون وکب و گرامر و ریدینگ کامپریهنشن است. خب کلاس ساعتش، بذارین من زوم بکنم. بله، شنبه و سه شنبه ساعت 7:30 تا 9 شب به وقت ایران هست. خب
به شکل کلاس ما به شکل کلاس به شکل آنلاین هستش، روی برنامه دیسکورد هست، همه چیز روی سایت نوشته شده. شما برنامه دیسکورد برنامه سبوکی هستش که فقط صدا هست، یعنی فقط در واقع آدیو و وایس هست، اون رو نصب میکنید در کامپیوترتون و اینجا هم مشخصات رو ارائه داده. برای تنظیم برنامه دیسکورد هم اینجا رو کلیک بکنید، همه چیز نوشته شده. و برای در واقع ملحق شدن به سرور ما روی دیسکورد اینجا رو کلیک میکنید. خب مدرسش من هستم، دکتر محمد حسین حریری است، اسم کامل من هستش، دکترای آموزش زبان انگلیسی با گرایش و تخصص آموزش آنلاین انگلیسی و همچنین مؤسس آکادمی آنلاین LELB Society. خب برای اینکه شما مطمئن باشین که کلاس میتونه به شما کمک بکنه، جلسه اول هم برای افرادی که متقاضی هستند 100% رایگانه. شما میتونید فرستش جلسه اول رو در واقع فری شرکت بکنید و در صورتی که فکر کردین کلاس برایتون مفید هست هزینش رو پرداخت میکنید، که در حال حاضر هزینش برای در واقع 8 جلسه در ماه، همونطور که عرض کردم، شنبه سه شنبه ساعت 7:30 تا 9 شب برای 8 جلسه و 12 ساعت 300,000 تومان هست، که این در واقع توی هوم پیج ما نوشته شده در حال حاضر. خب برنامه درسیمون به چه شکله؟ همونطور که عرض کردم جلسه اول رایگانه. کلاس آمادگی EPT ما منحصراً بر اساس نیازهای دانشجویان دانشگاه دکترا، دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی رشته مقطع دکترا هستش. همونطور که گفتم listening, speaking و writing توش نیست و این تنها کلاسی هستش که ما روی آکادمی LELB Society به فارسی برگزار میکنیم و به زبان فارسی برگزار میشه. خب برای بخش واژگان ما تمرکزمون رو روی کتاب در واقع 504 واژه میگذاریم و سعی میکنیم هر سشن یک درسش رو و 12 تا کلمه اصلی و کلی کلمات و واژگان مترادف و در واقع متضاد رو سینونیم انتریم رو کار بکنیم، کلمات مهم. و اگر شما روی این کلیک بکنید، روی این عکس، به در واقع صفحه 504 در واقع کاتگوری که من درست کردم که شامل هر 42 درس 504 با فلش کارت و پادکست هست، میتونید در واقع اون رو ببینید و از 42 درسش به شکل غیر همزمان، یعنی اصلا asynchronous استفاده بکنید. اگر هم سوالی داشتین تو کامنت فرم ها مینویسین و من سریعا جواب میدم. برای بخش گرامر انگلیسی تمرکز ما بر روی کتاب درسی English Grammar in Use هستش، که اگر شما باز روی این تصویر کلیک بکنید کتگوری کتاب English Grammar in Use رو میبینید که شامل پادکست و فلش کارت هست و همچنین کامنت فرم رو همون پایین هست. اگر سوالی داشته باشین میتونین از طریق کامنت سوالتون رو مطرح بکنید. برای بخش درک مطلب و reading comprehension تمرکز ما بر روی کتاب خواندن پیشرفتی که for and against است. کتاب سخت سنگینی هست ولی بهتره که شما با پسش های سخت و کلمات تقریبا این مقدار سخت آشنا بشین. خب حالا پسش ها و reading های دیگه هم هست ولی اولویت ما بر اساس این کتابه و همونطور که در واقع توی دوتا درس کورس بوک قبلی به شما عرض کردم، اگر روی این در واقع featured image یا روی این cover image کلیک بکنید، 30 درس، هر میگه 30 درس for and against رو به اضافه پادکستی که من تدریس کردم میتونید پلیش بکنید و به اضافه فلش کارت و همچنین کامنت فرم، هایپر لینک، فوت نوت، همه چیز در واقع واقعا همه چیز در اختیار شما هست. میتونید خودتون تیچر خودتون هم باشین، حالا لزوما اصلا احتیاجی نیست حتما به در واقع توی کلاس آزمون EPT ما شرکت بکنید. و خب یک فرم ثبت نام هم این پایینه صفحه وجود داره توی سایت lrb.net که نام و نام خانوادگی و آدرس ایمیلتون رو می نویسین و ثبت نام و تست رایگان این کلاس سشن اول رایگان هست و در واقع شما میتونید این کلاس رو
ثبت نام بکنید و من به شما قول میدم که کیفیت کلاس بسیار بالا خواهد بود و تقریبا شما را از حتی از تیچر از پرایوت تیچر و معلم خصوصی هم بی نیاز میکنه. و اگه واقعا براتون مهمه که تو آزمون جامعه دانشگاه آزاد شرکت بکنید و نمره حد نصاب قبولی رو برای آزمون APT داشته باشید. خیلی متشکرم توجه شما و تا ویدیوی دیگه به امید دیدار.